با درود خدمت همه دوستان همراهان همیشگی رضا خانتاروچ هستم با مجموعه جدید استراتژی معاملاتی بر اساس نواحی در خدمت شما هستیم در این مجموعه جدید سعی شده تا استراتژی معاملاتی رو بر اساس نواهی و پترن های کلاسیک پترن های قیمتی با شما در میون بذاریم سعی کردیم که در واقع آموزش ها خیلی کوتاه باشه شما بتونید بهترین بهره رو ببرین اگر سوالی در مورد آموزش آموزش براتون مطرح شد بهترین جایی که میتونید مطرح کنین وبینار ها هست همچنین کسایی که برای اولین بار ویدیو آموزشی ما رو میبینن حتما برن سر بزنن به وبسایت ما پلیلیست های ما توی یوتیوب تا بتونن آموزش های اولیه رو در واقع تکمیل کنن و مفاهیم مبانی ابتدایی رو یاد بگیرن سپس قدم بذارن تو یادگیری استراتژی معاملاتی خیلی مهمه وقتی ما بر اساس استراتژی معاملاتی نواهی صحبت میکنیم ما ناحیه رو در نظر میگیریم همونجوری که خیلی از شما دوستان احتمالا بکگراند من رو میدونین من هوافضا خوندم و در واقع خیلی از استراتژی ها خیلی از تئوریهایی هایی که اونجا کاربرد داره تو فارکس تو بازار سهام تو استراتژی خودم پی در واقع میام اکسرسایز میکنم تمرین میکنم و به کار میبرم یکی از اون در واقع تئوریای بسیار مهم تئوری لایه مرزیه چیزی که امروز شما باید یاد بگیریم بسیاری از تریدرهای تازه کار توی مفاهیم ساپورت و رزیستنس همچنان باقی موندن همش مرتب میپرسن بهترین ساپورت بهترین رزیستنس کجاست ما همه اینا رو غالب اینا رو شیکوندیم و به نواحی اعتقاد داریم ما به دنبال پیدا کردن نواهی هستیم لایه های مرزی هستیم ابرهایی هستیم که قیمت میاد به اونا برخورد میکنه اونجا محل تجمع یا همون بتلفیلد یا خط نبرد خط مقدم بین بایرا و سلرز همه چی توی این بازارهای مالی بر اساس عرضه و تقاضا میچرخه کجا بایرها بیشترن کجا سلرها بیشترن تا بتونن در واقع قیمت رو به بالا یا پایین هدایت کنن عامل اصلی میتونم بگم حرکت هوا هواپیما به خاطر همین لایه مرزیه به خاطر وجود همین لایه مرزیه که در واقع باعث میشه اختلاف فشار به وجود بیاد بین بالا و پایین بال هواپیما و هواپیما به سمت بالا حرکت کنه یا برعکس بیاد به سمت پایین حرکت کنه تو بازار سهام هم دقیقا همین اتفاق هر روز میفته به خاطر یه جایی که پرفشار فشار بایرا بیشتره قیمت میره بالا یه جایی که فشار سلرا بیشتره قیمت میاد پایین پس ما دقیقا همین تئوری رو میخوایم شبیه سازی کنیم کردیم توی بازار در واقع سهام و بازار فارکس و استفاده کنیم از این استراتژی پس خیلی مهم قدم اول بدونیم که چرا قیمت به صورت لایهی داره به پیش میره چرا به صورت لایهی حرکت میکنه اصلا چرا ناحیه ما میگیم دو تا دلیل رو امروز براتون آوردم دلایل بیشتری داریم برای این کار به خاطر اینکه یه مقدار وقتمون کمتر گرفته بشه ما در واقع امروز سعی میکنم فقط این دو تا دلیل رو بگم دلیل اول که بسیار مهمه به خاطر ذات وجود خود زخامت توی قیمته ما همیشه دو تا قیمت داریم یه قیمت اصل داریم یه قیمت بیت همون اسپردی که میگین خود اون اسپرد وجود اون اسپرد در واقع باعث این میشه که من بگم ناحیه وجود داره دلیل دومی که ما داریم تفاوت نگرش تریدرها در جایگزینیه بریم این دو تا در واقع دلیل رو با هم مرور کنیم دلیل اولمون زخامت قیمت یا اسپرده همونجوری که تو این شکل می‌بینین خیلی از مفاهیم ابتدایی رو یه دوره بکنیم ما بیس کارنسی داریم اینجا پوند به یو اس دی یه کد کارنسی داریم همونجوری که می‌بینین در واقع ما یه قیمت بیت داریم یه قیمت اسک داریم و یه مقداری که اینجا محاسبه شده دو پیپ ما اسپرد داریم یعنی همیشه قیمت داره در واقع قیمت اسک با دو پیپ اختلاف نسبت به قیمت بی بالاتره یعنی اینجوری تصور کنید شما به یه صرافی میرین اگه دلار داشته باشین ارزی داشته باشین بخواین بفروشین تو قیمت پایینتر میفروشین کاری که بیدرا میکنن اینجا سلرا اصطلاح میکنن اگه بخواین بخرین یه کارموزی و بیشتر میدین به صرافی اونو میخرین کاری که اسکرا میکنن یا بایرا میکنن پس همیشه قیمت با این زخامت بالا میره اما تفاوت در واقع دلیل دوم ما که بسیار مهمه در واقع میتونم بگم به خاطر دیدگاه های مختلفی که تریدرها دارن به خاطر نحوه مختلف تفاوت توی نحوه تحلیل تکنیکال ابزار مختلفی که گهگاه استفاده میکنن یا دیسیپلینایی که خودشون از قبل برای خودشون تعیین کردن در واقع باعث میشه که این جایگذاری این ساپورت و رزیستن خطوط به اون معنای در واقع سنتی خودش یه مقدار سختتر بشه و یه مقدار همیشه بچه ها من میبینم شاید هفته ده تا پونزده بار بچه ها این سوال رو میپرسن که ما دقیقا کجا بذاریم شما چجوری تعیین میکنین نواهی رو شما چجوری در واقع این خط رو گذاشتی ناحیه رو گذاشتی این خطی که گذاشتی دقیقا چجوری پیدا کردی رو کلوز کندل گذاشتی رو اوپن کندل گذاشتی رو بیشترین تعداد گذاشتی رو کمترین ت... رو مهمترین تعداد گذاشتی پس خود اینا همیشه باعث میشه که دقیقا این سوال پیش بیاد که دقیقا کجاست مثل اینجا سه تا مثال مهمه تریدر A که داره با سبز نشون میده روی اون خط گذاشته تریدر بی بنا به در واقع تعریفایی که خودش داره برای خطوط گذاشتن ساپورت و رزیستنس گذاشته رو اون خط آبی و تریدر سی روی خط سی گذاشته پس خیلی مهمه ببینین سه تا تریدر هر سه تو یه محدوده تو یه لایه اومدن در واقع خطوط رو گذاشتن رزیستنس و ساپورت های خودشون رو حالا به هر معنی گذاشتن اما نکته مهم اینه که ما به عنوان تریدری که از نواهی ترید میکنیم هر سه اینا رو ناحیه میبینیم در واقع میدونیم که تعداد زیادی تریدر اینجا به خاطر تفاوت سلایقشون در حقیقت تو این محدوده تو این ناحیه که الان نشون میدم اینجا در واقع من منتظر ترید هستن اینجا جاییه که من دوستم ترید کنم اینجا جاییه که بایرها و سلرهای بیشتری هستند. حالا با سلایق مختلف یه عده شاید بایر باشن یه عده شاید سلر باشن یه عده شاید خط آبی رو انتخاب کنن یکی خط قرمزه یکی خط زرد بذار اصلا یه جای دیگه است پس ما میایم این رو زخامت در نظر میگیریم خیلی مهمه این سوال که در واقع شما باید امروز به تراشینون اون شیوه سنتی ساپورت و رزیستنس اصولا جواب نمیده چون دقیق نمیتونین آخرین محل برگشت قیمت یا ریجکشن یا شروع حرکت قیمت رو تشخیص بدین این چیز ثابت شده ریسکی ترین نحوه ترید همینه که شما دقیقا منتظر اون قیمت باشین دقیقا منتظر یک عدد باشین دقیقا منتظر یک خط باشین چون اون خطت نمیتونه دقیق باشه ما به همین دلیل میایم نواهی رو میذاریم حالا آره شاید این سوال پیش بیاد که چجوری این نواهی رو پیدا می کنیم احتمالا تا الان با توجه به تماشای ویدیوهای آموزشی ما بیش از 200 ساعت توی یوتیوب ویدیو آموزشی رایگان داریم وبینارهای هفتگی داریم هر هفته تحلیل می اگه دنبال کرده باشین خودتون در واقع الان میدونین چه معیارایی وجود داره معرفی شده حتما اگر نمیدونین که در واقع چی کار میکنین بکنین چجوری این نواحی رو پیدا کنین ما آموزش های بیشماری داریم میتونیم به این تو پلیلیستمون و نگاه کنیم اما امروز در واقع تو این مجموعه جدید ما میخوایم استراتژی بدیم بگیم قیمت در مواجهه با این نواحی چیکار میکنه و ما باید چه کاری انجام بدیم خیلی مهمه من تو پنج تا سناریو عملیاتی اینا رو پیاده کردم برای شما آماده کردم میتونه اتفاقای دیگه بیفته اما این پنج تا سناریو چیزیه که من اگه اتفاق بیفته خودم شخصا تو پی تو دوره خصوصی یا در واقع همونجوری که بچه ها میدونن میام ترید میکنم اینا رو یک شکست با قدرت دو شکست برگشت ناقص شکست برگشت کامل برگشت قیمت برگشت بعد از فول بادی بریک آوت. ما اینا رو توی درس های بریک اوت و فالس بریک شکست شکست ناقص کامل گفتیم امروز میخوایم جمعبندی کنیم همه اینا رو توی جلسات آینده هر جلسه به یکی از این در واقع ها میپردازیم مثلا شکست با قدرت منظور از شکست با قدرت چه؟ یعنی ما یه ناهیهی داریم قیمت میاد حرکت میکنه میرسه به ناحیه ما مثلا من کندلای رندوم گذاشتم بریک اوت میکنه و همینجوری به مسیرش ادامه میده تا بالا حالا ما میخوایم بدونیم در واقع چجوری میتونیم این رو ترید کنیم کجا نقطه ورودمونه کجا نقطه خروجمونه این شکست با قدرت یا سناریوی شماره دومون که میگه یه ناحیه داریم قیمت میاد حرکت میکنه میرسه به اون ناحیه اما چه اتفاقی میفته بعد از فول بادی بریک اوت ما یه برگشت ناقصی انجام میده برمیگرده میره بالا کجا نقطه ورودمونه کجا نقطه خروجمونه حتما شما این آموزش ها رو نگاه کنید توی جلسات آینده کاملا اینا براتون بررسی میشه شکل سناریو سوممون قیمت داره حرکت میکنه میرسه به ناحیه‌مون فول بادی بریک اوت هم میکنه اما برمیگرده دقیقا رو همون ناحیه‌ای که داریم که این یکی از کم ریسک ترین تریداست که انجام میدیم سناریوی چهارممون کاملا بهش میگیم فالس بریک قیمت میاد برگشت میخوره قیمت از رو همون ناحیه سناریوی پنجممون که خیلی جالبه فول بادی بریک اوت یعنی میاد بالا حرکت میکنه بعد از فول بادی بریک اوت قیمت میاد حالا اینجا به صورت بولش انگلف بیرش uh, شده میتونه هر کندل استیک دیگه رو بده تو تک تک این سناریو تو جلسات آینده ما میایم مرور میکنیم که چه اتفاقی میفته چجوری میتونین در واقع ترید کنین نقطه ورودتون کجاست نقطه خروجتون کجاست میتونم بگم تو همین در واقع مواجهه قیمت با نواحی مینیموم شما پنج تا استراتژی مختلف رو یاد میگیریم پنج تا سناریوی مختلف کافیه برای شروع به یکی از این ها بچسبین تمرین 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 کنین تو بازار دمو خواهش میکنم از دوستایی که تازه واردن تو این بازار حتما برن بازار دمو کار بکنن هرگز با بازار ریل شروع نکنین بعد با بازار ریل شروع میکنین میخوای با بازار ریل با سرمایه‌ای که داری تمرین کنی کار اشتباهی نکنین این کار رو چون با ضرر اول دوم سوم شما کال مارجین میشی تمام سرمایتم از دست میدی با حساب دمو شروع کن بگو دو ماه سه ماه آینده ما میخوام مثلا فقط این سناریو رو استفاده کنم اگه تریدری هستی که سل میزنی اگه تریدری هستی که منتظر سل هستی برگشت قیمتی برای هر کدوم از در واقع این سناری ها ما برنامه خاصی داریم حتما در واقع منتظر ویدیو ها باشین از این به بعد ویدیو هر سه روزی بار به صورت مرتب پشت هم میاد تا شما فرصت کافی برای تمرین رو داشته باشین اگر سوالی هم براتون پیش اومد در جلسه وبینار دوشنبه ها ساعت 9 شب به وقت تهران میتونین اون رو مطرح کنیم پس تا آموزش بعدی